این واقعیت داره که انگلیس قرار پناهنده ها رو بفرسته به آفریقا؟ موضوع داغیه که سوالات خیلی زیادی رو به خودش همراه داره. از جمله اینکه از چه تاریخی اجرا میشه؟ این طرح شامل چه کسانی میشه؟ آیا پناهنده ها در رواندا زندانی هستند و اجازه کار ندارند؟ اصلا هدف از این طرح چیه؟ رواندا کجاست و چگونه کشوری است؟ آیا تصاویری از کمپ های رواندا موجود است؟ آیا مشابه این طرح قبلا آزمایش شده پاسخ به همه این سوالات تو برنامه امروز اما قبل از اینکه ادامه برنامه رو ببینید ازت خواهش میکنم کانال رو حتما سابسکرایب کن و اگر مورد توجهت بود لایک کن علامت زنگوله رو بزن به محض آپلود ویدئوی جدید مطلع بشی و بیای ببینی به برخی از پناهجویانی که از کانال مانش به بریتانیا میگذرند طبق برنامه های جدید دولت بریت یک طرفه به رواندا داده میشود وزارت کشور گفته که این سیاست باعث می شود افرادی که سفرهای خطرناک، غیرقانونی یا ضروری به بریتانیا داشتهاند به رواندا فرستاده شوند و اگر درخواست پناهندگیشان تایید شود در آنجا اسکان داده می شوند. این طرح آزمایشی بر مردان مجردی که با قایق یا کامیون وارد می شوند تمرکز خواهد کرد فقط مردان مجرد سازمان های پناهندگی این طرح را ظالمانه انتقاد کرده اند یعنی گفتن ظالمانه است نخست وزیر بوریس جانسون گفت که این طرح صد... 120 میلیون پوندی زندگی های بیشماری را از قاشاق انسان نجات میدهد هدفش اینه که با این کار دیگه از کانال مانش با قایق رد نشن که باعث مرگ بشه البته در ظاهر این ظاهرا دارن میگن نخست وزیر گفت کسانی که از اول ژانویه 2022 به طور غیرقانونی وارد شده اند مشمول این طرح خواهند بود یعنی کسانی که از اول ژانویه اومدن نه از این به بعد هیچ محدودیتی در تعداد وجود نخواهد داشت و در نهایت ده ها هزار نفر می توانند ارسال شوند این طرح باعث می شود که رواندا مسئولیت کسانی که به آنجا فرستاده شوند را بر عهده گیرد یعنی تمام مسئولیت را انداختن گردن اون کشور زوی آبرامز مدیر اجرای صلیب سرخ بریتانیا بیر... گفت عمیقا نگران این طرح و هزینه های مالی و انسانی آن است یعنی گفته امیدوارم به خیر بگذره ارتش فرماندهی واکنش بریتانیا به این گذرگاه ها را بر عهده خواهد گرفت نخست وزیر گفت ما نمیتوانیم از مالیات دهندگان بریتانیایی بخواهیم که یک چک سفید بنویسند تا هزینه های هر کسی که ممکن است بخواهد بیاید و در اینجا زندگی کند را پوشش دهد او گفت کسانی که موفق به ورود به بریتانیا می شوند با هزینه های عمومی هنگفت به هتل ها برده نمی شوند و در عوض در مراکز بازداشت اسکان داده می شود چون تا قبل از این به این صورت بود که همه اینها رو می بردن توی هتل واقعا هزینه هاشون رو پرداخت می کردن. ولی قرار نیست دیگه از این بعد این اتفاق بیفته رهبر حزب کارگر این طرح را غیر قابل اجرا و اخازی توصیف کرد بیش از 3000 نفر در ماه مارس با قایق‌های کوچک وارد شدند. در حالی که در مارس 2021 این تعداد 831 نفر بود سال گذشته 28526 نفر و سال 2020 8404 نفر با قایق های کوچک عبور کردند ببین چقدر پیشرفت و چقدر در واقع افزایش پیدا کرده آقای جانسون گفت حدود 600 نفر روز چهارشنبه از این گذرگاه عبور کردند این رقم در هفته های آینده می تواند به 1000 نفر در روز برسد نخست وزیر گفت رواندا ظرفیت اسکان ده ها هزار نفر را در سالهای آینده خواهد داشت از جمله افرادی که از ابتدای سال به طور غیرقانونی وارد شده اند دولت رواندا گفت که مهاجران بر اساس قانون رواندا از حمایت کامل جهت دسترسی مساوی به شغل و خدمات بهداشتی و مراقبت‌های بهداشتی اجتماعی برخوردار خواهند بود. پناهندگان می‌توانند مانند هر رواندایی بر اساس رقابتی استخدام شده و آنها باید به طور مساوی شرایط مندرج در آگهی های شغلی را رعایت بکنند این در واقع رواندا گفته اصلا هر کسی که شما بیارید اینجا مثل شهروند خودمون باهاش رفتار میکنیم منتها باید ببینیم اصلا اونجا کار هست که بخوان به اینها به صورت مساوی بدن یا نه مثلا اینکه توی ایران بگن که آقا ما کار رو بین همه به طور مساوی تقسیم میکنیم خب وقتی کار نباشه نبودنش رو شما به صورت مساوی دارید تقسیم میکنید حالا امیدوارم اونجا شرایطش بد نباشه پناهجویان تا زمانی که به درخ درخواست رسیدگی می شود در حاصل اقامت خواهند داشت انتظار می رود این کار حدود سه ماه طول بکشد مقامات رو رواندا می که آنها اجازه خواهند داشت آزادانه تردد کنند و خانه را ترک کنند آقای جانسون رواندا را یکی از امترین کشورهای جهان توصیف کرد اگر شه سال گذشته بریتانیا از محدودیت برای حقوق مدنی و سیاسی و آزادی رسانه ها در رواندا ابراز نگرانی کرده بود گروه های حقوق و بشر از رواندا به دلیل رفتارش با سیاستمداران مخالف و منتقدان دولت انتقاد کرده اند. آنها به مواردی از بدرفتاری در بازداشت و اتهامات مربوط به ناپدید شدن و مرگ های مشکوک اشاره می کنند. یعنی همچین جای امنی هم نیست که جناب نخست وزیر ابراز کردن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میگوید که هیچ کس نباید مورد شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. بنابراین اگر خطری وجود داشت که با یک فرد در رواندا بدرفتاری شود، نمیتوان آنها را به آنجا فرستاد. همونطور که تو اول گزارش هم گفتم، قرار آزمایشی باشه. استرالیا اولین بار در سال 2001 استفاده از بازداشتگاه, فر بازداشتگاه های فراساحلی را آغاز کرد و در سال 2013 قانون مهاجرت خود را سختتر کرد تا ویزای اسکان برای پناهجویانی که با قایق وارد می شود را رد کند. در این مدت هزاران پناهجو به خارج از استرالیا منتقل شده اند. نیروی مرزی آن گفته است که بیش از 4000 نفر بین سالهای 2012 تا 2019 جابجا شدهاند. گروه های حقوق بشر و سازمان ملل بارها از مراکز استرالیا به دلیل شرایط نامناسب انتقاد کرده است در مجموع 13 نفر اعزامی به ناورو و پاپوا نو بر اثر خشونت بیتوجهی پزشکی یا خودکشی جان خود را از دست دادند. بهروز بوچانی پناهنده و نویسنده کرد ایرانی در سال 2019 به بی, بی سی گفت که بازداشت در جزیره مانوس مانند یک زندان است و گفت که این سیستم برای تحقیر ما و نابود کردن ما طراحی شده است. او گفت که مردم از آب گرفته شده بدون سوال به, جز... به جزیره مانوس فرستاده شده اند و این نقض حقوق بشر است. در یورک شایر شمالی قرار است تحت برنامه های جدید یک مرکز رسیدگی به پناهجویان دایر شود. قوانین فعلی برای درخواست پناهندگی چیه؟ بسیار از مهاجرانی که از کانال مانش عبور می پس از رسیدن به بریتانیا درخواست پناهندگی می پناهجویان باید ثابت کنند که نمی به کشور خود بازگردند زیرا از آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی، هویت جنسی یا گرایش جنسی خود می ترسند. این پناهندگان در هتل یا هاستل های موجود در شهرهای انگلیس نگهداری می شوند. این مال شرایط قبله اما بریم به نقشه نگاه بکنیم ببینیم اصلا رواندا کجای دنیا قرار گرفته این رواندا است و اگر کمی بیاییم بالاتر ایران رو اینجا داریم و انگلستان رو کمی به سمت غرب بایستی بریم میبینیمش و برگردیم بیایم به سمت ریواندا که فاصله تقریبا چهار هزار مایلی داره از انگلستان همینطور که داریم میبینید من توی گوگل سرچ کردم همچین کمپی رو توی رواندا پیدا کردم اسمش هم هست کیزیبا اسم این کپ هست یه دوری بزنیم ببینیم اصلا تو اطراف چیزی هست نه اصلا شهری هیچ چیزی نیست خیلی هم نمیشه زوم کرد کیفیتش هم پایینه و تا جایی که چشم کار میکنه خونه های تک در کنار جاده و در توی مزاره وجود داره ببینید منطقه کاملا کوهستانیه اما یه کمپ دیگه هم هست کارونگی من همچین چیزی رو پیدا کردم توی گوگل بخشی از همون کمپ قبلیه یه مقدار تقریبا به همدیگه چسبیده ولی خب باز هم همون شرایط داره توی کوهستانه و به این صورت خب کیگالی اسم پایتخت این کشوره بریم بریم اصلا پایتخت شبیه شهر هست یا نه بله چیزی که مشخصه ساختمان های بزرگ داره بله ظاهرا اصلا شهر خوبی هم هست حالا آنچه که در تصویر دیده میشه لاقل آدم میتونه این رو به که پایتخت شبیه به شهر خوبیه سرسبز و این تصاویر هم ببینیم خب خارج بشیم برگردیم بیایم به سمت لندن لندن دقیقا اینجاست و در حال حاضر از کالایز تا دوور رو با قایق میان که تونل مانش هم همین حدود هاست. ببینیم حالا یورکشایر کجاست لندن رو کمی بیاییم بالاتر بیرمنگام میریم بالاتر شفیل کمی بالاتر منچستر لیدز و یورکشایر اینجاست که قرار پناهنده ها رو توی فضایی که اینجا قرار پیش دی بکنن جمع بکنن دقیقا وسط انگلیس قرار گرفته که از همه جا مرکزیت داشته باشه تا بتونن پناهنده ها رو مستقیم بفرستن با بلیت یک طرفه به سمت این کشور در جنوب کره زمین خب امیدوارم این اطلاعات به درتون خورده باشه این اطلاعات رو از وبسایت بی بی سی نیوز درآوردم و جدیدترین اطلاعاتی بود که تا این لحظه به دستم رسید اگر از محتوای این ویدیو استفاده کردید خواهش مندم که کانال رو سابسکرایب بکنید برای حمایت لایک بکنید نظراتتون رو کامنت بکنید ویدیوها رو به دوستاتون شیر بکنید به امید دیدار شما در ویدیوهای بعدی سی نکست تایم